سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز در مورد سریال خاتون صحبت میکنم، قسمت 11، 12 و 13. دلیلش این که این ستا رو با هم ادغام دارم میکنم اینه که یکم سریال خاتون به نظرم یه استوپی شد، یعنی یکم تعلیقش از بین رفت و به دلایلی که حالا در ادامه توضیح میدم، و باعث شد که یکم بذارم بیشتر داستانا جمع بشه و بعدا یه ویدیو درست کنم. حالا اتفاقا تو این قسمت 13 یه اتفاقات خیلی جالب داره میفته که دوباره یه تعلیق خیلی جذابی داره اضافه میکنه که یکم داستانو جذابتر میکنه، چون احساس میکنم یکم اینجوری رفت بالا و بعد یه سقوطی کرد سریال، خیلی حوصله سربر شد. ولی همچنان بهترین سریال نسبت به بقیه سریال افتضاح دیگه. و چند تا اتفاق مهمی که تو این سه تا قسمت میفته، یکی بحث دزدی از اون قطاره، کمپ لهستانیاست، ماجرای خاتونه که پدرش رو تونسته پیدا کنه و اصلا حاملگی و کلن دنیای خاتونه، و اضافه شدن شیرزاد به داستان، دوباره اون ضد قهرمان نقش منفی سریال که یکم محو شده بود، یه کمیسری رو ما میبینیم که میاد یه مدتی میچرخه و برمیگرده. به نظرم اون افت سریال همینجا اتفاق میفته که دیگه نقش منفی نداره سریال، یعنی اون ضد قهرمانش رو میبره. حالا دلیل داره که این کارو میکنه، ولی در نهایت منجر به این میشه که یکم سریال افت میکنه و برای من دیگه خیلی اون جذابیتی نداشت. هر چند داستان داره، سریال پر از داستانای کوچیکی که حالا در موردش صحبت میکنم، ولی عمدتاً این اتفاقایی که تو سه قسمت میفتن همه هم به هم وصلن. خب داستان رضوان وصل به خاتون، یعنی اینا همه با هم دو طرفه به هم وصلن و یه معادله چند مچولی کرده و همش در مسیر داستان اصلیه که خاتونی که فرار میکنه از گیلان میاد تهران که پدرش رو پیدا کنه. خب چی میبینیم از پیدا کردن پدرش؟ عملاً خاتون مشخصه که در یک آرامشیه، یعنی خیلی دیگه تهدیدش نمیکنه خطر، هرچند یه تیکهی تهدید شد به از طریق اون کمیسر و بقیه. به هر حال چون یه آرامشی داره دیگه داستان نمیره به این سمت که دیگه تهدید داره میشه همش خاتون، دیگه طرف خیالش راحته، میره میچرخه و میپردازه به قهرمان داستان. و این چند قسمتی که در مورد قهرمان داستانه که روابطش چیه، عملا هم خیلی کم میپردازه به داستان پدرش. و به نظر من جایی که من با این قسمت مشکل دارم اینه که یهو پدرش پیدا میشه، در رو وا میکنه میگه سلام. واقعا چیزی نبود که انتظار داشته باشم بعد این همه دویدن، این همه سوال کردن، این مصیبتی که دختر کشیده، بعد یهو یه شب یکی در رو وا کنه بگه سلام من اومدم. یه حالت خیلی بدی داره، چون واقعا سریال اینجوری نیستش که یه نفر یهو زارت بیاره و اصلا زارت ببره. خیلی پرداخت داره سریال، انقدر اتفاقای ریزی میفته که من میدونم در ادامه بهش میپردازه. مثلا یه نمونهش بحث خود خاتونه که تو اون هتلی که هست از موسیو در مورد راه فرارش میپرسه، تعقیبای خود موسیو، برای چی اینقدر این دختره داره تعقیب میکنه، فهمیدیم یه لاوه ریزی داره. خیلی جزئیات هست تو سریال بهش اشاره میشه و بعدا اینا باز میشن. در مورد رضا داره دستش بگم، همون رابین هودا، جذاب دیگه، با اون رضای من بیشتر آشنا میشم، اتفاقا با اون عشقی که مدعی شده بود بیشتر آشنا میشم. و یه صحنه داره که با خواهرش صحبت میکنه و خیلی تکان دهنده است، وقتی که به خاتون میگه من خیلی عاشقتم، هر کاری برات میکنم، این حرف پشتوانه داره، پشتوانش قبلشه که ما دیدیم وقتی با خواهرش صحبت میکنه و خواهرش میگه آقا فقط اسمشو بگو. برای یه آدم عاشق چنین اتفاقی میفته؟ حالا اگه شما اینا رو نشون نمیدادی، فقط نشون میدادی رضا میاد به خاطر میگه آقا من عاشقتم، من فلان یکم آدم چیز میشه، ولی اینجا نه، من اینجا کاملا میپذیرم که رضا خیلی عاشق کله شقی ام، مثلا هر کاری میکنه برای نجات خاتون. کمپ لهستانی داستانی که ظاهرا ادامه داره با خاتون، چون دوباره این گروهی که خاتون رو نجات دادن باز هم دارن یه جوری متقابل دیگه کمک دارن به هم میکنن و همچنان در داستان هست و خوش یه المانیه که داره داستان رو پر میکنه دیگه. پر کردن داستان نه از نظر گرفتن وقت، از نظر داستان پردازی بیشتر، از این نظر جالبه. مثلا حاملگی خاتون تو این بره، دقیقا وقتی که شوهر سابقش برمیگرده یه موقعیت بدی برای این دختر ایجاد میکنه، یه صحنه خیلی قشنگی داره که
داره وسایل جابجا میکنه حالا بچهش فشار بیاد چون دنبال سقف کردنشه. دقیقاً دیالوگی که میگه که آخه میخوای بیای تو این دنیا برای چی، دیالوگی که دقیقاً تو بحران اوج بحران طرف این اتفاق افتاده دیگه. اگه از خونه خارج بشه خب دستگیرش میکنن، تو خونه بمونه باید با این مرده شیرزاد طرف بشه. یه مسئله وجود داره در مورد همین ضد قهرمان، نقش منفی سریال. به هر حال قابل قیاس با کمیسر نیست دیگه. اون کمیسری که وقتی تو تصویر می اومد یه صحنه خیلی خوفی میداد، مثلا یه موسیقی خیلی دلهره‌آوری پخش میکرد، قشنگ یک ابهتی داشت میداد به نقش منفی سریال. و حالا با کنار گذاشتن اون نقش منفی یکم افت کرده. وقتی نقش منفی افت میکنه، چون در مورد نقش مثبتت بعد کافی دیدیم دیگه، قشنگ میشناسیمش، اوکیه نقش مثبت، هدفش مشخصه، همه چیش مشخصه. حالا این نقش منفیته که یکم ضعف داره و این به سریال ضربه میزنه. خیلی دوست دارم شیرزاد علاوه بر این زندگی شخصیشو که دارم میبینم داره به صورت خیلی شخصی مثلا میاد در خونه خاتون، مواجهش خیلی شخصیه با خاتون، اوکیم، ولی اون ابهت نظامیش از اون باب خیلی دوست دارم بیشتر باز بشه، یکم ابهت بیشتر میبینم. یه صحنه‌ای میبینیم تو قسمت 13، من فکر کنم تو قسمت بعد، چون قطعا خاتون فرار میکنه و حالا این تشکیلاتی که دنبال خاتون میفته دوباره اون نقش منفیشو بزرگ میکنه. این نقش منفی مثبت ها در یک لول وقتی باشن خب سریالو بالا میکشن. یا مثلا کمک کردن این روزبه، مهران مدیری واقعا عالیه، یکی از کسایی که داره به شدت کیفیت سریالو میبره بالا. یه گاردن پارتی دارن، یه صحنه خیلی کوتاهی که این آقای نظربیگ یه دیالوگ کوتاه میگه در مورد روزبه که خیلی اشتهاش خوبه، در مورد اون دخترای بار داره صحبت میکنه و واقعا همون یه دیالوگش من واقعا کلی کیف میکنم. واقعا اینا سریالو خیلی بالا میکشن و من خودم خیلی بازیشو بیشتر از حتی کارگردانش دوست دارم. در مورد خود خاتونم که همیشه از اول سریال یه حالت خشک یوبسی داشته دیگه، همیشه ببین تا یه حدیش، حتی تو این عشق جدیدش که مثلا ما میبینیم طرف خوشش میاد دیگه، از رضا خوشش میاد، ولی چیزی که از این دختر من میبینم یک لبخنده، یعنی یک غرور خاصی تو این دختر هست که خیلی ها مثلا میگفتن مخصوصا اوائلش که این چرا اینجوریه، چرا قبل بد بازی میکنه، یعنی اینجا داره خوش نشون میده. آن کارکتری که این دختر داره، اصلا این تیپ بازی که داره این دختر میکنه تو شخصیتش هستش که حتی اگه از کسی هم خوشش میاد، یعنی اصلا این رضا شاید تنها کسی باشه که بتونه اینو فراری بده، ولی خب آدمی نیستش که بخواد خیلی میدونی گرم باشه و بگه مثلا باشه. در مورد نحوه خوابیدن خاتون، چقدر طرف ریز شده تو شخصیت پردازی که یه دفعه شوهرشو بالا سرش میبینه، خیلی برام جالبه که انقدر میتونه یه داستان ظرافت‌های خیلی قشنگی داشته باشه. در کل به نظرم آزاد شدن پدرش، یعنی پیدا کردن پدرش، یک اتفاق خیلی مهمی نبوده، مگر اینکه در ادامه بخواد یه فلشبک بزنه از داستان پدر، یا اینکه حالا اگر بخواد با پدر فرار کنه تو این مسیر من ببینم که برام تعریف کنه که چه اتفاقی بر من افتاد، چون خیلی یهویه نمیدونم چرا این اتفاق میفته. الان همچنان هدف مشخصه و این خیلی مهمه، سریال هدفشو گم نمیکنه. هدف الان چیه؟ دوباره فرار از خونه ای که توش گیر افتاده، خونه پدری. و همونجوری که گفتم سریال یه استوپی شد از بابت تنش و اون تعلیقش. حالا اون تنشه هست، طرف دنبالشه، قشنگ یک معادله چند مجهوله شده دیگه، همه با هم چون وصلن، وقتی یه جای گندی بخوره به قسمت دیگه داستان هم یه گندی میخوره، بخاطر همین اگه یه آشوبی بشه کلا در ادامه اصلا کلا به یک آشوب تبدیل میشه داستان و اون فرار انجام میشه، همه دستگیر میشن، روز به بخواد احتمالاً دستگیر میشه، حالا کافش چه اتفاقی میفته اینا. به هر حال خیلی خیلی اتفاقات جذابی میخواد بیفته در ادامه. حالا شما هم حتما نظرتون رو بنویسید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. ممنون. خدافظ.